با درودهای فراوان خوش آمدید به این برنامه. همراه علی کارگردانمون در این روزهای بهاری به شما خوش آمد میگیم. تناب دار کم میآورید، ما بیشماریم. این فریادهای پرتنین نه به اعدام در خیابانهای پاریس بود بعد از قتل‌های حکومتی سه تن از بچه‌های ایران، به ویژه در اصفهان، از جمله صالح میرهاشمی، قهرمان ملی کاراته، چهارمین ورزشکار ایران پس از خیزش انقلابی مردم ایران، که واقعا به قتل حکومتی از دست ما رفت و شرم بر جمهوری اسلامی، و حضور ورزشکاران روس و بلاروس در بازی‌های المپیک پاریس، این بازی‌ها را به چالش کشیده. بیش از 13 ماه تجاوز و کشتار مردم اوکراین و نسل‌کشی اویغورها. حالا بازی‌های سال آینده پاریس احتمالاً هم رژیم اعدامی ملایان که نسل‌کشی بهترین جوانان ایران را انجام داده، هم ورزشکاران روس و بلاروس احتمالاً اجازه شرکت نخواهند داشت یا اینکه پرچم و سرودشون نخواهم بود. حالا بریم به تصاویر این هفته ورزشی رو ببینیم با آرش ادیب‌زاده. تصاویر رو دیدید. آمریکا به 5 عضو تیم والیبال ویزا نداد برای لیگ جهانی در آناهایم لس آنجلس. خود داورزنی که رئیس فدراسیون هست، یکی از سپاهیان بوده، در سپاه سرکوبگر عضو بوده. بر اطلاعات ما نشون میده که هر 5 نفری که به اونها ویزا داده نشده در سپاه پاسداران بودند، در ارتش صاحب زمان در گرگان خدمت میکردند. آمریکا میدونید که سپاه سرکوبگر رو در لیست تروریستی قرار داده. به هر حال یک ورزش واقعا مدال‌آور ایران، تکواندو، با رسوایی بزرگ تاریخی روبرو شده، رسوایی دوپینگی، ضمن اینکه جودو همچنان در تحریم قرار داره. میریم به آلمان، جایی که یعقوب نجاری، ورزشکار جودو، مربی تیم ملی و به هر حال بعد از سالها خودش رو از ترکیه از راه زمین به آلمان رسونده و در اونجا به هر حال منتظر همسر و فرزندانشه. آقای نجاری، خیلی خوش اومدید به این برنامه. این چندمین باره که با شما صحبت میکنیم. الان این مسئله دوپینگ در تکواندو، گفته شده که در غذای ملی پوشان مواد ریختن. واقعا این چیزا از نظر عوامل جهانی، فدراسیون جهانی اصلا آیا قابل طرحه به نظر شما؟ درود بر شما جناب ادیب‌زاده عزیز، عرض ادب و احترام دارم به تمام بینندگان شما. بله، امکان داره. حالا در پس پرده این مشکل دوپینگ چه مسائلی نهفته میتونه باشه؟ خب واقعا نمیشه همینطوری یه اظهار نظری کرد، ولی قاعدتا فکر میکنم که مسئولین فدراسیون در پی این هستن که چرا که تکواندو هم
در المپیک و در مسابقات جهانی با رقیبان اسرائیلی مواجه میشه و به خاطر اینکه از المپیک خط نخورن امکان این هستش که خودشون به عمد این کار رو کرده باشن، چرا که ما مثل ادوار گذشته شاهد این هستیم و دیدیم که خب خیلی از ورزشکارا رو به عمد آسیب میزنن تا دچار محرومیت های شدید از طرف کمیته ملی المپیک نشن. در تایید حرفهای شما، مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در ایران اعلام کردند که این فرضیه‌ها موجه نیست و هیچ فردی از این ادعاها نفعی نمیبره. الان این مسئله که شما دارید عنوان میکنید واقعا نشون میده که اینها برای اینکه با اسرائیل نخورن حاضرن هر کاری بکنن. اما مسئله جودو چی؟ جودو آیا همچنان تحریمه؟ عرضم به حضورتون که خب من لازم میدونم اینو یه توضیح بدم، مخصوصا برای جامعه جودو و عامه مردم که واقعا خیلی شاید بی اطلاع باشن از این قضیه. جودوی ما متاسفانه در 27 شهریور سال 1398 با تعلیق 4 ساله مواجه شد. خب این تعلیق بناست که شما رو یه جریمه میکردن، شما رو جریمه کردن، شما این جریمه رو پرداخت میکنی، خب میتونی کارتو ادامه بدی. فدراسیون جودو رو یه جریمه 4 ساله کردن که پابند بشه به اصول اولیه قوانین ورزش و کمیته ملی المپیک که همانا صلح و دوستی و همبستگی ملت‌ها در چارچوب ورزش و مسابقات جهانی و المپیک. این 4 سال در تاریخ 26 شهریور امسال تموم میشه و فدراسیون جودو از تعلیق در میاد، ولی این به این معنی نیستش که ما خیلی خوشحال باشیم خب تعلیق برداشته شد الان ما راهمون رو دوباره ادامه میدیم. باید تأسف خورد برای کسایی که همچین تفکری دارن و برای آگاهی جامعه جودو. من به عنوان پیشکسوت جودو، به عنوان کسی که بیش از 40 ساله در این رشته زحمت کشیدم و استخون خورد کردم، متاسفانه یعنی جای تأسف و ناراحتی داره برای من نوعی، چرا که ما 26 شهریور وقتی تعلیق برداشته میشه، اگر تیم ملی جودو ایران بتونه در مسابقات جهانی شرکت کنه، به هیچ عنوان من الوجود هیچ جودوکاری نمیتونه بهانه بیاره که من مریضم، من آسیب دیدم، من این اتفاق افتاده، اون اتفاق برام افتاده، از مسابقه کناره گیری کنه. یعنی هر جودوکاری اگر پاش شکسته هم باشه باید بیاد روی دوشک، اونجا اعلام برنده بشه، حریفشو برنده اعلام کنن، بعد با تشخیص پزشکای خود IGF، با تشخیص پزشکای خود فدراسیون جهانی اون شخص میتونه مسابقه ادامه نده. اینی که قبل از اینکه تیم ملی راه میفته بره مثلا برای مسابقه جهانی، خب اسامی داده میشه، اگر این اسامی به هر بد کنن ایران این دفعه برای 10 سال تعلیق خواهد شد. این خبر خوشایند نیستش که ما الان میگیم تعلیق برداشته شد و مردم رو بخوایم گول بزنیم که خب ما میتونیم شرکت کنیم. بله، مسابقات آسیایی میتونیم شرکت کنیم و تورنمنت های بین المللی که از قبل خبر داریم اسرائیل شرکت نمیکنه و مطمئنم برای همون هم تدابیری خواهد اندیشید و تدابیری در پیش دارن فدراسیون جهانی که مقابله باش خواهند. آقای یعقوب نجاری واقعا خیلی سپاسگزارم در این برنامه شرکت کردید. میبینیم ورزش ایران واقعا ورشکسته است، آشفته است مثل خود رژیم و میبینیم بله برحال همراه علی کارگردانمون و دیگر همکارانم در تلویزیون ایران فردا به شما بدرود میگم. وعده ما روز شنبه بله وعده ما روز شنبه آینده در همین ساعت و همین تلویزیون. روز بخیر.